سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های با ما باشید خوش آمدید. روز 24 اکتبر مصادف است با روز جهانی ملل متحد. سازمان ملل متحد در واقع سازمان بین‌المللی است که تقریباً در تمامی عرصه‌های مختلف جهانی دخیل است و فعالیت انجام می‌دهد. این سازمان در اکثر کشورها دارای دفتر می‌باشد که در افغانستان به نام یونما یاد می‌شود و تقریباً 200 کشور عضویت این سازمان را دارا می باشند. در این برنامه می خواهیم بپردازیم به تاریخچه سازمان ملل متحد و در واقع اهداف و فعالیت های این سازمان. با ما همراه باشید. آشنایی با سازمان ملل متحد، تاریخچه و اهداف آن. سازمان ملل متحد یا به اختصار UN یک سازمان بین المللی است که در جهت ارتقای همکاری های بین المللی فعالیت می کند. 24 اکتبر سال 1945 میلادی روز به اجرا درآمدن منشور ملل و آغاز به کار سازمان ملل متحد است. به بهانه روز ملل در این برنامه هم با این سازمان و اهداف و تاریخچه آن بیشتر آشنا می شوید. با ما باشید. سازمان ملل متحد در حقیقت جایگزینی برای جامعه ملل است که پس از جنگ جهانی دوم در 24 اکتبر سال 1945 برای پیشگیری از وقوع چنین جنگ‌هایی بین ملت‌ها پایه‌گذاری شد. این سازمان در ابتدای تأسیسش 51 عضو داشت که امروزه این تعداد به 193 عضو رسیده است. مقر این سازمان در منهتن نیویورک سیتی قرار دارد. دفاتر اصلی دیگر آن در ژنو، نایروبی و وین فعال هستند. بودجه این سازمان از طریق پرداخت حق عضویت اعضا و کمک‌های داوطلبانه تأمین می‌شود. از میان اهداف اصلی تشکیل این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، بهبود حقوق بشر، گسترش توسعه اجتماعی و اقتصادی، حفظ محیط زیست و فراهم کردن کمک‌های بشر دوستانه در هنگام بروز قحطی، بلایای طبیعی و جنگ را می‌توان برشمرد. سازمان ملل 6 رکن اصلی دارد: مجمع عمومی، رکن اصلی، جهانی و مشورتی سازمان ملل متحد، شورای امنیت، مرجع اصلی تصمیم گیری برای صلح و امنیت بین المللی، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، ترویج توسعه و همکاری های اقتصادی و اجتماعی بین المللی، دبیرخانه سازمان ملل متحد، فراهم کردن مطالعات، اطلاعات و امکانات مورد نیاز سازمان، دیوان بین المللی دادگستری، مهمترین ارگان قضایی سازمان ملل، و شورای قیمومیت که از اول نوامبر 1994 فعالیت نمی کند. ما باشید. این سازمان هایی که نام بردیم با نظر داشت محدودیت زمانی برنامه به گونه بسیار خلاصه بهشان پرداختیم که از جمله مهمترین سازمان های در واقع سازمان ملل متحد بودند و علاوه بر این سازمان ها سازمان های دیگه هم هست که در چارچوب سازمان ملل متحد در واقع دارن فعالیت میکنن که طی سالیان زیاد اینا تأسیس شدن و فعالیت داشتن و به موفقیت های هم دست پیدا کردن، اما در بیشتر مواقع نتوانستن برای کشورهای فقیر و انکشاف نیافته این سازمان مثل کشورهای پیشرفته و مترقی عمل بکنن. در جنگ هایی که در کشورهای سومالی، عراق، یمن، سوریه، بوسنیا، افغانستان، لبنان، رواندا، سودان، این جنگ هایی که در اینجا انجام شده، سازمان ملل در واقع او اقدامات لازم را که باید میگرفتن نتانسته بگیره و یا نتانسته پیشگیری به هنگام از منازعات داخلی داشته باشه. درباره موفقیت این سازمان در رسیدن به اهدافش و میزان تأثیرگذاری آن در برقراری صلح و امنیت جهانی
بحث‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از مفسران اعتقاد دارند که این سازمان تأثیر زیادی در برقراری صلح و توسعه انسانی داشته، در حالی که برخی دیگر از مفسران معتقدند که این سازمان در دستیابی به اهدافش ناموفق بوده و گاهی مغرضانه رفتار کرده است. با این حال این سازمان حضور ساکنان کشورهای مستعمره یعنی نیمی از جمعیت دنیا را کم داشت، علاوه بر اینکه قدرت‌های بزرگی نظیر ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، آلمان و ژاپن حضور و نفوذ گسترده‌ای در آن داشتند. این سازمان در برابر حمله ژاپن به منچوری در سال 1931، جنگ دوم ایتالیا و ایتوپی در سال 1935، جنگ دوم چین و ژاپن در سال 1937 و پیشروی آلمان تحت سلطه آدولف هیتلر که در جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، نتوانست کاری انجام دهد. بودجه، برنامه‌ها و سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد. خانواده سازمان ملل متحد علاوه بر این سازمان از بنیادها، صندوق‌ها و برنامه‌های وابسته‌ای تشکیل شده که هر کدام دارای اعضا، مدیریت و بودجه منحصر هستند. بودجه این بنیادها و برنامه‌ها بیشتر از طریق کمک‌های داوطلبانه تأمین می‌شود تا حق عضویت اعضا. سازمان‌های تخصصی این مجموعه نیز سازمان‌های بین‌المللی مستقلی هستند که بودجه آنها هم از مشارکت‌های ارزیابی شده و هم کمک‌های داوطلبانه تأمین می‌شود. اما سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد. سازمان‌های تخصصی سازمان ملل سازمان‌های مستقلی هستند که با این سازمان کار می‌کنند. برخی از آنها پیش از جنگ جهانی اول نیز وجود داشتند. برخی از آنها با جامعه ملل مرتبط هستند و بقیه تقریبا همزمان با تشکیل سازمان ملل ایجاد شدند. این سازمان‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای در زمین‌های گوناگون دارند که در ادامه و چند مورد آن اشاره می‌کنیم. UNDP، برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد، در نزدیک به 170 کشور و قلمرو به منظور ریشه‌کن کردن فقر، مبارزه با نابرابری و ایجاد شرایطی برای پیشرفت کشورها اجرا می‌شود. این برنامه نقشی حیاتی در کمک به کشورها برای دستیابی اهداف توسعه پایدار دارد. یونیسف یا صندوق کودکان ملل متحد در جهت کمک رسانی به کودکان و مادران کشورهایی در حال توسعه فعالیت می کند. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل که در ژنو سوئیس واقع شده است، در 14 دسامبر سال 1950 برای محافظت و حمایت از پناهندگان و یاری رساندن برای بازگشت یا اسکان مجدد آنها تأسیس شد. برنامه جهانی غذا، سازمانی برای کمک به مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه و بزرگترین نهاد انسانی جهان است. همساله این نهاد غذای مورد نیاز حدود 80 میلیون نفر را در 75 کشور دنیا تامین می کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، بزرگترین منبع ذخیره مالی بین المللی برای برنامه های جمعیت تنظیم خانواده و بهداشت تولید مثل است. برنامه محیط زیست ملل متحد در سال 1972 با هدف تلاش برای ترویج استفاده عاقلانه و توسعه پایدار محیط زیست جهانی تأسیس شد. بانک جهانی با هدف کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی در سراسر دنیا از طریق ارائه وام‌های کم‌بهره، کمک‌های مالی برای ارتقای زیرساخت‌ها، سلامتی و تحصیل در کشورهای در حال توسعه تأسیس شده است. بیش از 100 کشور عضو بانک جهانی هستند.
صندوق بین المللی پول بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد و یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان است. سازمان بهداشت جهانی بر دستیابی مردم به بیشترین سطح از سلامت ممکن تمرکز دارد. وظیفه اصلی این سازمان مبارزه با بیماری‌ها، مخصوصاً بیماری‌های مصری شایع و ارتقای سلامت عمومی مردم جهان است. تعریف سلامتی طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی عبارت است از سلامت کامل اجتماعی، روانی و فیزیکی. سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد که به اختصار یونسکو نامیده می شود، در سال 1945 تشکیل شد. این سازمان بر بخش‌های مختلفی از تربیت معلمان و کمک به بهبود تحصیل در سراسر جهان گرفته تا حفاظت از بناهای فرهنگی و تاریخی جهان تمرکز دارد. یونسکو امسال 28 میراث جهانی دیگر را به فهرست خود افزوده است که گردشگران امروزی و نسل آینده باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند. فاو یا سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد برای مبارزه با گرسنگی تلاش می کند و مرجعی برای مذاکره و توافقات بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و منبعی برای دانش و اطلاعات فنی برای کمک به توسعه کشور هاست. ایکائو یا سازمان بین المللی هوانوردی کشوری یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است که مأموریت آن هماهنگ کردن استانداردهای بین المللی پروازی، مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان و بررسی سوانح هوایی است. یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد که مقر آن در وین است و با هدف ارتقا و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین المللی تشکیل شده است. سازمان جهانی گردشگری در شهر مادرید اسپانیا مستقر است و در رابطه با امور جهانگردی تحقیق می کند و سالانه گزارشی نیز ارائه می کند. اهداف و فعالیت‌های سازمان ملل متحد: حفظ امنیت و صلح بین المللی. این سازمان با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی تأسیس شده است. شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد. مجمع عمومی، دبیر کل و سایر اعضا و بخش‌های سازمان ملل نقش کامل کننده در این زمینه دارند. ارتقای توسعه پایدار. از آغاز تأسیس این سازمان یکی از اهداف اصلی دستیابی به همکاری بین المللی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشری در سطح بین المللی است و همچنین احترام به حقوق بشر فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت و زبان و امثال هم، بهبود وضعیت سلامت انسان ها نیز همواره یکی از دغدغه های اصلی سازمان بوده است. دفاع از حقوق بشر. عبارت حقوق بشر 7 بار در منشور سازمان ملل تکرار شده است و یکی از اصول سازمان به شمار می رود. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس به تصویب رسید. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند مشخص کرده است. حمایت از حقوق بین الملل.
توسعه و احترام به حقوق بین الملل یکی از بخش‌های کلیدی اهداف این سازمان است. این مأموریت توسط شورای امنیت در قالب دادگاه‌ها و معاهدات چند جانبه از طریق مأموریت‌های حفظ صلح، اعمال تحریم‌ها، استفاده از اجبار زمانی که تهدیدی برای امنیت بین الملل وجود دارد، انجام می‌شود. ارسال کمک‌های بشر دوستانه یکی از اهداف تشکیل سازمان ملل متحد، همانطور که در منشور این سازمان نیز ذکر شده است، رسیدن به همکاری‌های بین‌المللی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشری در سراسر جهان است. این سازمان این مأموریت را اولین بار پس از جنگ جهانی دوم انجام داد و به بازسازی قاره ویران اروپا کمک کرد. اکنون این سازمان مرجعی برای دریافت و انتقال کمک‌های بشر دوستانه در بلایای طبیعی و انسانی است که خسارات آن فراتر از توانایی مقامات ملی برای جبران است. و اما نتیجه گیری. سازمان ملل متحد سازمانی به شمار می رود که باید با عنوان نهادی بی‌طرف به حل بحران‌ها و مناقشه‌های بین‌المللی بپردازد. اما در فراز و نشیب‌های جهان کنونی و اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ، در برخی موارد نتوانسته است به رسالت حقیقی خیش جامعه عمل بپوشاند. هدف‌های مهم این نهاد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، انجام اقدام‌های جمعی مؤثر برای پیشگیری و برطرف کردن تهدیدها به صورت مسالمت‌آمیز و بر پایه اصول عدالت و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. 70 سال از راه اندازی این نهاد می‌گذرد، اما بسیاری از اهداف آن تحقق نیافته است. در مقدمه منشور سازمان ملل متحد تاکید شده که تصمیم داریم تا از بروز جنگ جلوگیری و از حقوق، ارزش و شخصیت اساسی بشر در راه تبیین عدالت حمایت کنیم و ملت‌ها چه کوچک و چه بزرگ از شرایط لازم برای بهره‌مندی از عدالت و احترام برخوردار باشند و در فضای آکنده از صلح و با روحیه همجواری و مدارا زندگی کنند. اما متاسفانه تاکنون این هدف‌ها و آرمان‌ها به طور کامل به حقیقت دست پیدا نکرده است. وجود ناآرامی‌های مختلف در جهان و به ویژه خاورمیانه از نشانه‌های ناکامی سازمان ملل متحد در دستیابی به اهداف خود می‌باشد. عامل درگیری‌های موجود در منطقه به دلیل زیادخواهی‌های برخی از کشورهاست. حمله آمریکا زمینه‌ساز مسائل عراق و افغانستان شد و موضوع یمن ریشه در تجاوز عربستان و متحدانش به این کشور داد. خصوصا قضیه فلسطین که روز به روز حادتر می شود و رژیم صهیونیستی را نتوانسته است مهار نماید. در برخی موارد سازمان ملل متحد در ابتدا به مسائل این کشورها ورود پیدا نکرد، بلکه پس از آغاز جنگ صرف برای کمک‌های بشر دوستانه و امدادهای انسانی در این مکان حاضر شد. پس می توان اظهار داشت که این نهاد در دستیابی به هدف‌هایی که در مقدمه منشور آمده موفق نبوده است. در موضوع رژیم صهیونیستی، اگر شورای امنیت نتوانسته است که 80 قطعنامه درباره این رژیم را تصویب کند، علت آن وتوی آمریکا محسوب می شود و در رابطه با این موضوع بار دیگر اعضای شورای امنیت توافق ندارند. پس بنابراین تعارض منافع قدرت‌های بزرگ در مسئله فلسطین سبب شده است که تاکنون حقوق مسلم مردم این سرزمین به رسمیت شناخته نشود. اما به نظر می‌رسد در موضوع‌های این گونه می‌توان با بیدار کردن وجدان عمومی جهانی، رسانه‌های بین‌المللی و جامعه مدنی فضایی را ایجاد کرد تا این قدرت‌ها نتوانند با استفاده از حق وتو حقوق ملت‌های مظلوم را نادیده بگیرند. و در واقع اگر افکار عمومی بین‌المللی قوی در مورد مظلومیت مردم فلسطین ایجاد می‌شد، آمریکا هرگز نمی‌توانست قطعنامه‌های رژیم صهیونیستی را وتو کند. وضعیت وخیم مهاجرین کشورهای جنگ زده در دروازه‌های اروپایی و برخورد با پدیده قاچاق انسان و مواد مخدر و عدم مبارزه جدی با فقر و تروریسم در افغانستان یکی از نقاط ضعف این سازمان با عنوان یونما در این کشور است.
این سازمان در کشور ما نتوانسته است که از تلفات افراد ملکی در افغانستان پیشگیری کند و جنگ و تروریسم را در طی 14 خاموش سازد. کشور ما در منطقه بحرانی خاورمیانه موقعیت دارد و با دخالت و حمایت همسایگان و قدرت‌های منطقه و فرامنطقه‌ای یک محل و جغرافیای امنی برای تروریسم محسوب می‌شود که اتباع آن در بستر فقر و بی‌سوادی با برخورداری از کمترین تسهیلات زندگی دچار مشکلات عدیده‌ای می‌باشند. بنابراین مردم افغانستان حق دارند در زمینه‌هایی که ذکر شد طرح سوال نمایند که چرا این سازمان نتوانسته یا نخواسته است در این کشور برنامه‌هایش را موفقانه عملی نماید و در زندگی و معیشت مردم و جامعه افغانستانی بهبودی حاصل گردد و در ضمن در روز جهانی ملل متحد با عنوان کشوری که تجارب مختلفی از مبارزه با انواع ناامنی، بیکاری، بیسوادی، مواد مخدر، افراط‌گرایی و امثال هم را دارد میتواند با عنوان یکی از اعضای دائمی این سازمان شامل شود تا بتواند با استفاده از تجارب خود برای جهانیان و این سازمان جهانی مؤثر واقع گردد. شعر بسیار زیبایی از سعدی داریم که فرمودند بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این شعر روی سردروازه سازمان ملل متحد هم آمده و ما امیدوار هستیم که سازمان ملل متحد در خصوص کشورهای فقیر و مظلوم و ستم دیده و جنگ دیده یک مقدار توجه بیشتری داشته باشه و او وظایفی که باید انجام بده در موعد و وقت و زمان مشخصش انجام بده تا شاهد فقر و بدبختی و بیچارگی و جنگ دیگر در جهان نباشیم. ممنون از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.